درود بر شما هموطنان گرامی. امروز ناو نیروی دریایی مکران در دریای بالتیک در سواحل اسلند، لیتوانی و لیتلند، لهستان به سمت روسیه در حال حرکت است. نیروی دریایی با تمام افتخار خود به دنیا نشان داد ایران قابل تحریک از طرف دشمنان خارجی نیست. ایران به هر نحو از حق خود دفاع می کند. ناوچه سهند و ناو نیروی دریایی مکران با سیستم های دفاعی Air Defense Missile و یگان های تفنگدار دریایی برای رژه نظامی در روز یکشنبه در سن پترزبورگ روسیه خواهند بود. خبرهایی که به دست ما میرسه، در حال حاضر ناوچه سهند و ناو مکران در سن پترزبورگ هستند، ولی روز یکشنبه فردا روز رژه خواهد بود. نیروهای پست و کثیف از عربستان سعودی، از اسرائیل یهودی، از آمریکا سعی میکنن بر علیه مردم ما تبلیغ انجام بدن، مردم ما رو پست و کثیف کنن، ولی اونا هیچ وقت به توانایی، به اقتدار و هوشمندی ما نخواهند رسید. تمام پیشرفت‌های نظامی و اقتصادی که دنیا داره در ارتباط همکاری صدها کشوره. تا کنون در تاریخ دنیا هیچ کشوری نتونسته به تنهایی یا به عبارتی به قول آمریکایی‌ها در ایزولاسیون، یعنی مجزا شده، تنهای تنهاست، این همه پیشرفت‌ها رو نشون بده. اسرائیل اگر شما 7 ساعت برقشو بکشید از خارج از کشور، اگه 1 ساعت بانک‌هاشو از خارج از کشور قطع کنید، ارتباطشو به هم میپاشه. اسرائیل حتی 5 روز نمیتونه این بیابی رو که ما در خوزستان داریم تحمل کنه. 5 روز اسرائیل اگه 1 ماه از خارج از کشور براش غذا، اسلحه، هواپیماهای نظامی و پول نفرستن، از گرسنگی میمیره، به دریوزگی میفته. برای اون هموطنایی که نمیدونن اسرائیل از چی تشکیل شده توضیح بدم. من چندین شهروندی خارجی رو دارم، علاوه بر شهروندی ایرانی رو که دارم و بهش افتخار میکنم. نمیشه باهاش مسافرت کرد، ولی بهش افتخار میکنم. ولی براتون میخوام توضیح بدم شهروندان اسرائیل کیا هستن. اکثرشون از لهستان، از اوکراین، از جمهوریهای سابق شوروی سابق هستن. اکثرشون بدبخترین آدم ها و بیچاره ترین آدم ها هستن. اون تصویری که ایران اینترنشنال یا رسانه های دیگه میدن که اینا آقا خدا هستن، هیچ چیزی نیستن. اینا یک مد آدمی هستن که از کولیا بدترن. اگر شما وضع زندگیشون رو نگاه کنین، اینا از کولیا بدترن. و هیچ کشوری در دنیا اقتدار نظامی رو که ما داریم، بچه های هوشمند و توانمندی رو که ما داریم، هیچ کشوری در دنیا اینو نداره. اینو به عنوان یه آدمی بهتون میگم که 12 تا زبون رو صحبت میکنه. Nosotros estamos orgullosos. Estamos muy muy orgullosos por nuestro país, por nuestra gente. Nosotros tenemos un poder militar que es increíble. Nuestros jóvenes son mejores del mundo. حالا میخوام یه دونه از این رسانه‌های یهودی رو براتون نشون بدم که اینا چجوری به دریوزگی افتادن و دارن دست و پا میزنن. اینها تمام تلاششون اینه که بر علیه سیستم‌های درون ما، هواپیمای بی‌سرنشین ما دارن تبلیغ میکنن، دارن شبان روز خودشونو در آمریکا، انگلیس و آلمان نابود میکنن، برای اینکه هیچ راهی برای مقابله با سیستم‌های موشکی ما ندارن. سیستم های موشکی ما فراتر از هوشمندی خود ما هست. خود ما هم دیگه نمیتونیم متوجه شیم اینا چجوری دارن کار میکنن و تمام دنیا از اون میترسه. اسرائیل
داره این صحنه ها رو نشون میده که چجوری ما داریم بهشون حمله میکنیم، چجوری به شهرهای مختلفشون حمله میکنیم و اینا، چه در یمن، چه در سوریه، چه در عراق، چه در لبنان، هیچ جایی توانایی مقابله با ما رو دیگه ندارن. خدا نگهدار.